20 ژوئن روز جهانی پناهندگان روزی بین المللی است که توسط سازمان ملل متحد به منظور احترام به پناهندگان در سراسر جهان تعیین شده است. در ادامه همکارم در گزارش خود به بررسی وضعیت پناهجویان در سراسر دنیا پرداخته که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کند. روز جهانی پناهنده که همه سال در تاریخ 20 ژوئن می باشد، از قدرت و شجاعت افراد که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت مجبور به ترک خانه های خود شده اند تجلیل می کند. سازمان ملل متحد از سال 2001 میلادی روز 20 ژوئن را روز جهانی پناهنده نامگذاری کرد و روز جهانی پناهنده بر قدرت مشارکت و راه حل ها برای پناهندگان تمرکز دارد. این روز برای بزرگداشت جرأت و جسارت انسان‌های بیشمار در نظر گرفته شده که به دلایل مختلفی مثل جنگ، خشونت، نداشتن امنیت جانی و روانی، به دلایل اجتماعی، قومی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی، جنسی و جنسیتی و نظایر آن مجبور به ترک خانه و وطن می‌شوند و به دنبال رویاها و آرزوها و مکانی امن برای زندگی می‌گردند. طی سالهای اخیر به طور روزافزون انسانهای فراوانی راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند، اما پول کافی ندارند. به همین لحاظ سازمانهای امدادی در روز جهانی پناهندگان از فشار و سختی فزاینده بر این آوارگان هشدار می‌دهند و خواستار حمایت بیشتر سازمانهای حقوق بشری در این زمینه هستند. فیلیپیو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد افرادی که در دنیا به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت خانه های خود را ترک کرده اند به 114 میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از 2,900,000 پناهنده در سراسر جهان در سال آینده به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت. اسکان مجدد پناهندگان شامل جابجایی پناهندگان به کشوری است که با پذیرش آنها و اعطای اسکان دائم به آنها موافقت کرده و توسط دولت‌ها با توجه به صلاح‌دید آنها ارائه می‌شود. آخرین برآوردها نشان دهنده افزایش 20% پناهندگان معادل 500,000 پناهنده در مقایسه با سال 2024 است که به سبب طولانی شدن وضعیت جابجایی های دست جمعی، وجود درگیری های جدید و تغییرات آب و هوایی است. بر اساس این گزارش برای نهمین سال متوالی سوری های آواره همچنان بالاترین نیاز به اسکان مجدد را دارند. انتظار می رود تقریبا 1,000,000 پناهنده سوری از طریق این برنامه به حمایت نیاز داشته باشند. پس از آن پناهندگانی از افغانستان 558,000، سودان جنوبی 242,000، روهینیگیا از میانمار 226,000، سودان 172,000 و کنگو با 158,000 در رتبه های بعدی قرار دارند. گفتنی است نیاز به اسکان مجدد نیز در قاره آمریکا به شدت افزایش یافته است. سید احمد شمس، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای شمس، با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای شمس، بفرمایید که با توجه به تجارب شخصی شما که در زمینه مهاجرت و پناهندگی که چندی مرحله این مسئله را تجربه کردین، در رابطه با پدیده پناهندگی و مشکلات فراروی پناهندگان و اهمیتی که باعث شده روزی به نام پناهجویان در سازمان ملل متحد ثبت بشه، لطفاً توضیح بفرمایید. جناب آقای شمس، صدای بنده رو داریم؟ الو، من صدا رو ندارم. آقای شمس، الان چطور؟ الان صدای بنده رو داریم؟ جناب آقای شمس؟
صدای بنده رو دارم. من از ادب دارم جناب آقای بهنام، من صدای شما رو برای من حضرت سلام شکر مجدد میکنم من... خدمت حضرت عالی و سوالم رو باز میپرسم. آقای شمس، با توجه به تجارب شخصی شما که در زمینه مهاجرت و پناهندگی که چندی مرحله مسئله رو تجربه کردین، در رابطه با پناهنده، با پدیده پناهندگی و مشکلات فراروی پناهندگان و اهمیتی که باعث شده روزی به نام پناهجویان در سازمان ملل متحد سبز بشه، لطفا توضیح بفرمایید. بله، بفرمایید. بله، با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در رابطه با موضوع پناهندگی و 20 ژوئن که به عنوان روز پناهندگان در نظر گرفته شده، خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که طبق آموزه های دینی دو نعمت رو خدای بزرگ برای انسان در نظر گرفته که با وجود این دو نعمت زندگی برای انسان ها میسور خواهد شد: نعمت سلامتی و امنیت. اگر این دو نعمت موجود بود، انسان میتونه زندگی راحت و آسوده ای داشته باشه، و با از دست رفتن این دو نعمت امکان یک زندگی آسوده از انسان سلب خواهد شد. خب حالا بحث سلامتی بخشش به خود انسان و بخشش به رعایت مسائل دیگه بستگی داره، اما در بخش امنیت که حکومت ها گاهی اوقات از انسان ها سلب می کنن، سلاطین سلب می کنن از انسان، وضعیت متفاوته. همیشه شاید تو تصور عامه و عمومی این باشه که اگر کسی در یک جایی بمانه و با اون حکومت خاصی که امنیت رو از انسانها سلب کرده مبارزه بکنه، میتونه مثلا انسان قوی باشه و ستودنی باشه. اما گاهی اوقات من میخوام عرض بکنم به عنوان کسی که مسیر مهاجرت و پناهندگی رو بارها و بارها تجربه کردم، شجاعتی که در پناهنده شدن و مهاجرت و ترک سرزمین و تمام علایق انسان وجود داره، بسیار شاید در برخی از موارد از ماندن و مبارزه کردن، زندان رفتن و شکنجه شدن اگر بالاتر نباشه، کمتر نیست. وقتی که انسان علایق خودش رو، سرزمین خودش رو، موطن خودش رو خلاصه میکنه در یک کوله پشتی و بارها و بارها مسیرهای خطرناکی رو که بعضا امکان گرفته شدن جان او وجود داره رو طی میکنه، این حکایت هست شجاعت بی نظیری داره. و اینکه سازمان ملل آمده روزی رو به نام پناهجویان اختصاص داده، پناهجویانی که به امید آنکه تغییر بدهند وضعیت موجود زندگی خودشون رو، مردمان سرزمین خودشون رو، همینطور که در گزارش اشاره شد مردمانی از افغانستان، از سوریه، از سودان، این اتفاق براشون رقم خورده، و امیدوارم ما روزی شاهد اون باشیم که حکومت‌های دنیا با خواسته‌های مردم کنار بیان. وقتی که امنیت از مردم دنیا سلب بشه، پای در مهاجرت و این مسیر سخت می‌گذارن. و خب با توجه به تجربه‌ای که سازمان ملل متحد از وضعیت پناهجویان در این دنیا داشته، این روز رو به عنوان روز پناهجویان انتخاب کرده که به نظرم تقدیر شایسته‌ای بوده از پناهجویانی که در دیگر سرزمین‌ها جلای وطن کردن. امیدوارم روزی رو شاهد باشیم که امنیت و سلامت در همه دنیا حاکم باشه و نیازی به مهاجرت به سرزمین دیگه نباشه، الا برای اینکه انسان پیشرفت بیشتری بکنه و موفقیت بیشتری به دست بیاره. بله، با تشکر از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی که از شهر مقدس کربلا همراه ما بودند.